چون حالا 5 سال و 6 سال تاریخ مصرفشه همیشه آمیانه میگن این ویدیو من با دو تا شرکت تولید روغن موتور تماس تلفنی برقرار کردم در مورد تاریخ مصرف روغن موتور حرف میزنم و چطوری بفهمیم تاریخ انقضای روغن موتور تموم شده دلیل خراب شدن روغن موتور چیه و اگر از روغن موتور تاریخ مصرف گذاشته استفاده کنیم چی میشه سلام خوش اومدید به کانال خودتون روغن موتورات جزء اصلی و اساسی خودروهای احتراق داخلی در واقع محسوب میشن اگه این روغن موتورها نتونن وظایف خودشون رو مثل روانکاری خونشکاری و موارد دیگه نتونن وظیفه خودشون رو به درستی توی موتورهای اطلاع داخلی انجام بدن خودروتون با مشکل روبرو میشه خب یکی از این موارد که در مورد روغن موتور هست تاریخ انقضا یا تاریخ مصرف روغن موتور است حالا با خودتون میپرسین که مگه روغن موتورها هم تاریخ انقضا دارن توی جواب باید بهتون باید بگم برخلاف بعضی از افراد که فش میکنن روغن موتورها تاریخ انقضا ندارن و خراب نمیشن روغن موتورها هم مثل هر ماده دیجی قابلیت فاسد شدن رو دارن و میتونن در اثر عوامل مختلفی در معرض فساد و خرابی قرار بگیرن خب حالا چه روغن موتوری باشه که چندین سال حالا توی مغازه یا خونتون نجهداری کردید و سرش هم باز نشده و چه روغم موتوری که حالا سرش رو باز کردید و دارید استفاده میکنه و بقیهش هم مونده این هم میتونه در اثر فساد قرار بگیره به اونا هم اشاره میکنن ولی خب شرایط خودشون رو دارن بعض از افراد توی خونهشون حالا از چندین سال قبل روغن موتور توی خونهشون نگهداری میکنن بعضی هم ولی خب چون مصرفشون کمه همون لحظه که میخوان روغن رو عوض رو کنن توی تعویز روغنی روغن زدت میریزن حالا امکان داره که حالا این روغنم توی اون مغازه مونده حالا انبار مونده حالا شرایطش فرق داره ولی خب روغن موتور بسته به شرایطی تاریخ انقضا دارن حالا اون روغن موتوری که سرش باز نشده و همونجوری مونه دست نخورده اینا میتونن از زمانی که تولید میشن حدود 5 الی 7 سال ماندگاری داشته باشن و اگه بعد 7 سال الا بیزره این روغنا خاصیت خودشون رو از دست میدن حالا یه سری از روغنا هم هستن که سرشون رو باز کردید و حالا چند لیتر ازش برداشتید مونده این نوع روغن موتورها وقتی که سرشون باز بشه حدود یک سال میتونن در واقع قابل استفاده باشن بعد یک سال دیگه اینا قابل استفاده نیستن حالا هر سه قدر هم که زیاد باشه یا کم باشه اینا بعد یک سال خراب میشن وقتی سرشون باز میشه حالا این شرایط نگهداری هم بستگی داره به عوامل مختلفی یکی از اون عوامل نحوه نگهداری این روغن موتور هست. این روغن موتور رو حالا توی زای نگهداری که دماش ثابته عمر روغن موتور افزایش پیدا میکنه و دیرتر فاسد میشه خب حالا شما این روغن رو توی انباره گذاشتید پارچین گذاشتید یا اینکه توی مغازه های روغن فروشی اینا چون دما دائما در حال تغییره و نوسان داره باعث میشه که عمر روغن موتور کاهش پیدا کنه نکته بعدی که هست اینه که روغن موتور شما از چه نوعیه ممکنه روغن موتور شما معدنی یا معمولی باشه که از تصویه و پالایش نفت خام به دست میاد اینا عمرشون یکم کم کمتره حالا یه سری روغن ها هستن که روغن مصنوعی هستن اینا چون مواد افسوزن دیگه دارن و مواد پایشون فرق داره اینا عمرشون نسبت به روغن های مدنی بیشتره خب حالا شما فکر میکنه که چه عواملی باعث میشن که این روغن موتورها دوچار خرابی و فاسد شدن بشن ببینید مهمترین عامل خرابی روغن موتورها اکسیژنه ما همین هوا که تنفس میکنیم خب با خودش اکسیژن خالص چی نیست با خودش گازهای مختلفی هم داره وقتی که حالا این هوا بخواد نفوذ کنه داخل ظرف روغن موتور چون اون مواد که روغن موتور دارن باهاش با هوا واکنش نشون میدم و اکسیداسیون به وجود میاد باعث به وجود آمدن رسوباتی توی روغن موتور میشه که در نتیجه این ورود هوا روغن موتور زودتر از موعد مقرر خراب میشه مورد بعدی رطوبته خب وقتی رطوبت یا آب مستقیما وارد روغن موتور بشه خاصیت روغن موتور رو تغییر میده و باعث خرابی اون میشه که این هم میتونه یکی از اون عوامل خرابی روغن موتور رو محسوب بشه مورد بعدی هم تنش های حرارتیه دما یه عامل مهمه که همه چی رو تغییر میده این دما حتی روی این روغن موتور تاثیر داره ببینید شرایط نگهداری روغن موتور باید زوری باشه که این روغن موتور دماش ثابت بمونه همونطور که توی مورد قبلی هم اشاره کردم وقتی که این دما دائما در حال تغییر باشه حالا گرم و سرد باشه باعث میشه که خاصیت روغن در واقع تغییر کنه و اون ویسکوزیتش هم دوباره تغییر میکنه در نتیجه این دما پس اینا میتونن عامل مهمی برای خرابی و فاسد شدن روغن موتورها محسوب بشن حالا میگه که خب فرضاً ما یه روغن موتور داریم الان چطوره باید بفهمیم که تاریخ مصرف این روغن موتور داره تموم میشه و شاید تموم شده اصلا ببینید وقتی که روغن موتور دچار خرابی و فاسد شدن میشه اون خواص فیزیکی و شیمیاییش یکم تغییر میکنه وقتی که خب این روغن دچار فاسد شدن میشه یه نشانه هایی داره ما میتونیم از طریق این نشانه ها تشخیص بدیم که این روغن موتور احتمالاً تاریخ انگلاش تموم شده و باید دیگه استفاده نشه مورد اول مربوط میشه به خود تاریخ انگزا اون کارخونه سازنده حالا میاد یه تاریخ تولید روی برچسب به روغن موتور میزنه و توی بعضیشون هم یه تاریخ انگزا هست توی بعضیشون هم نیست حتی. حالا گفتم توی روغن های مدنی یا معمولی این زمان یه کم کمتره ببینید روغن های معمولی بسته به کیفیتشون و حالا یه سری شرایط دیگه حدود تقریبا عمری حدود دو تا 5 سال رو دارن در مورد روغن های مصنونی و روغن های مصنوعی ترکیبی حالا اینا چون یکم روش های تولیدش یکم فرق داره و مواد پایش هم فرق داره اینا عمری حدود تقریبا 5 تا 8 سال رو بعد از حالا تولید اینا دارن و میتونن توی این 8 سال قابل استفاده باشن ولی خب گفتم دوباره کیفیت اینجا نقش مهمی رو بازی میکنه ممکنه حالا یه روغن کیفیت پایینتر داشته باشه عمرش تر باشه یا اینکه گفتم حالا شرایط نگهداری هم روی اینا تاثیر داره ولی خب 5 تا 8 سال میانگین عمر یه روغن موتور مصنوعیه دومی مورد که میتونیم تشخیص بدیم از طریق رنگ روغن موتوره میبینید روغن موتوری که تازه تولید شده یه رنگ روشنه تقریبا قهوه‌ای مانند داره که وقتی که حالا فرض کنید شما یه روغن موتور دارید که پنج سال از عمر این روغن موتور گذشته وقتی که حالا این عمرش زیادتر میشه روغن این متمایل میشه به تیرجی حالا فرض کن شما یه روغن موتور دارید پنج سال از این عمر این روغن گذشته حالا میخواد شما ببینید که این روغن موتور حالا خوبه یا فاسد شده شما تنها چیزی که نیاز دارید یه ظرف شفافه حالا یه ظرف یشمان مصرف شفاف یه کم از این روغن توی این ظرف میریزید و رنجش رو دقیقا نگاه میکنید حالا زیر نور یا یه که روشن باشه دقیقا نگاه میکنید حالا اگه گفتم این رنگش هم به تیرجی متمایل بشه نتیجه میگیری که این روغن احتمالاً کیفیتش از دست داده یه مورد دیگه چه هست در مورد رطوبت وقتی که رطوبت بخواد نفوذ کنه داخل یه روغن موتور رنگش حالت شیری پیدا میکنه پس اینم مد نظر داشته باشید که وقتی شما یه روغن موتور رو نگاه میکنید دقیقا ببینید که یه روغن موتور تازه با یه روغن موتور شاد عمرش هم گذشته چه تفاوت هایی داره مورد سوم هم مربوط میشه به میزان ویسکوزیته روغن ببینید روغنی که عمرش بیشتره این یه کم حالت گلیستر پیدا میکنه و تبدیل به حالت لزمانن میشه چون در اثر عوامل مختلف این گلزتش تغییر کرده و واکنش های شیمیایی باعث شده که این ویسکوزیته تغییر پیدا کنه ببینید اگه بخواید این رو دقیقا آزمایش کنید شما نیاز دارید به یک روغن که زدیدن تولید شده با همون درجه ویسکوزیته و موارد دیگه فرض کن شما یه روغن 10W40 دارید که از قبل مونده شما باید یه روغن 10W40 جدید بگیرید که تاریخ انگذاش زیاد الان نگذشته باشه حالا از یه ارتفاعی شما اینا رو دقیقا بریدید برید ببینید که گلزت اینا چه فرق داره نسبت به هم اگه فکر کردید که حالا گلزت این روغن قدیمی زیادتر شده پس مشکلی توی این روغن وجود داره پس اینو حتما به یاد داشته باشید که گلزت روغن توی روغن هایی که عمرشون بیشتره زیادتر میشه مورد چهارم من به ظاهر روغن موتور یه روغن موتور تازه که از کارکنه در اومده باید در واقع یه ظاهر روشن و صاف داشته باشه وقتی اینو میریزید توی یه ظرفی و حالت کدرمانند رو نداشته باشه و با هم زیاد نداشته باشه که اینا نشانه هایی از وجود مشکل توی روغم موتوره و نشون میده که عمر این روغم موتور زیاده و احتمال داره انگلاش هم تموم شده باشه ببینید متاسفانه توی چشور ما چون روغم موتور هایی قیمتش توی چند سال اخیر زیاد شده اینا رو آوردن از قبل حالا توی انوارا نجه داشتن و حالا که یکم روغن قیمتش گرونه میان به بازار عرضه میکنن حالا عمر بعضی از این روغن موتور رو از دو سال گرفته تا چهار سال به بالا حالا هست حالا روی بعضشون هم تاریخ و قیمت حالا چند سال قبل هست که میان پاش میکنن و دوباره با قیمت جدید به بازار عرضه میکنن پس حتما این نشته رو مد نظر داشته باشه که وقتی میخواید برید حالا یه تعویض روغن روغن بگیرید و عوض کنید تاریخ اون رو حتما چک کنید اگه داشت البته اگه هم که خودتون این کار رو انجام میدید اون کیفیت روغن رو چک کنید و تست کنید این موارد که گفتم بهش و کسایی هم هستن که اینا چون مصرف روغنشون بالاست مثل گفتم کامیونا و ماشین سنگین اینا حتما باید نسبت به حالا این موضوع کم حساسیت بیشتری خرج بدن چون باعث خرابی ماشینشون توی آینده نشه یه روش دیگه که هست در رابطه با تشخیص روغن موتور حالا اینم هم به درش حسابی میخوره که توی انبارشون روغن موتور زیاد دارن و میخوام ببینن که آیا این روغن موتور فاسد شدن یا هنوز اون از عمرشون یه کم مونده حالا شما باید یه کاری که بکنید که یه نمونه از اون روغن موتوری که حالا دارید رو بردارید و توی آزمایشگاه هایی که حالا کار تست و آزمایش روغن رو انجام میدن در واقع اینا رو تست کنید و مطمئن بشید از سالم بودن روغن موتورتون حالا این هم به درد همه نمیخوره ولی خب به درد کسایی میخوره که روغن موتور توی انبارشون زیاده و میخوان از سالم بودن اون اطمینان حاصل کنن خب حالا فرض کنید که از این روغن تاریخ گذاشته داریم ما و میخوایم از خود توی خودرومون استفاده کنیم از این روغن موتورا چه اتفاقی میتونه برای خودروی ما بیفته در صورت استفاده از این روغن موتورا ببینید یا ویسکوزیته ای این روغن موتور رو تغییر پیدا کرده و عمل روانکاری رو نمیتونن دیگه به روز اولی که حالا تولید شده انجام بدن باعث سایش و خوردگی توی موتور ماشین شما میشن این بحث خوردگی هم مربوط میشه به اینکه چون روغنا در اثر ماندگاری طولانی اسیدی میشن و باعث میشن که خوردگی توی موتور خودروی شما به وجود بیاد پس به هیچ وجه توصیه نمیشه که از روغنی که حالا تاریخ گذاشته استفاده کنید چون گفتم این موارد برای خودره شما پیش میاد بسا من اومدم برای اینکه یکم بیشتر مطمئن بشین در رابطه با این موضوع اومدم با دو تا شرکتی که حالا روغن موتور تولید میکنم با اینا تماس تلفنی برقرار کردم و نظر اونا رو هم پرسیدم که الان میخوام براتون اون نظر رو بذارم که ببینید که اینا این شرکت ها در رابطه با این موضوع چه واکنشی نشون دادند خب اولین شرکتی که باش من تماس گرفتم شرکت پترونام سهند اسمش چه یه که یه شرکتیه که روغن موتورها و روانکارهای سنتی رو با کیفیت نانو تولید میکنه و از سال ۹۷ هم این شرکت داره کار میکنه شرکت دوم که باش تماس گرفتم شرکت پالایش شمال اسمش که از سال 79 روغن موتور و روانساز با ظرفیت بالا تولید میکنه و جزو ده تولید خوانده برتر روغن موتور محسوب میشه من با این شرکت ها تماس گرفتم و نظرشون رو در رابطه با این موضوع پرسیدم بریم حالا اون نظره رو با هم بشنویم سلام. سلام خسته نباشید سلام سلام ببخشید شرکت پترونام سهنده بفرمایید بله یه سوال داشتم در رابطه با روغن موتورالا نمیدونم میتونید جواب بدید یا نه بفرمایید میگن که حالا روغن یه تاریخ انقضا دارن و حالا بعد چند سال فاسد میشن خب میخواستم ببینم که حالا این درسته که تاریخ انقضا دارن روغن موتورها حتما که تاریخ انقضا داره ولی اینکه روش نوشته باشه تولید و مح... در واقع تولید و انقضا اینجوری نوشته تاریخ طوری درش اگر پلوم باشه معمولا پنج سالی میمونه روغن موست بله بله زیاد حتما موقع استفاده برسیش بکنی که حالت چسبندگی و تغییر رنگو اینو نداشته باشه حالا این روغن که باز میشه چطور؟ باز میشه که دیگه نه باز میشه زود در واقع انقضاش تمام بشه نمیدونی که استفاده بکنید بیشتر نمیدونم اونو دقیقا چقدر ولی خب فکر نکنم بیشتر از مثلا یکی دو ماه حالا پس اونی که باز, باز نشده حالا توی شرایط خاص البته میفرمایید دیگه درست پنج همی سال همین دیگه مثلا جور نور آفتاب نباشه جایی باشه که سر باشه و اینا پولم باشه از تاریخ تولیدش معمولا تا پنج سال اتفاق می ولی حتما بردش بکنه دستتون در نکنم ممنون تشکر خدا مستر الو سلام خسته نباشید الو سلامت بسید. باشید یه سوال داشتم در رابطه با روغن موتورا یه در واقع روغن موتور داشتیم ما حدود 10 سال پیش مونده آه. برای شده شما پالاش شما داده چه درسته بله بله الان می‌خواستم ببینم که این روغن موتور تاریخ انقضات داره آخه توی بعضی سایت ها نوشتن که روغن موتور حدود 5 سال سال هست حدود 10 سال میشه سال زیادی ازش گذشته ممکنه خب اون متریالی که توش استفاده شده خب از تاریخشون گذشته باشه بله, بله شما برای اینکه اطمینان پیدا کنید میتونید کارخونه اگه روغن پیدا کنید میتونید بدین که یک سری تست های اولیه‌اش رو روش انجام بدن برای بله. بیشتر اگر تغییری کرده باشه تو یک سری از اون تست نشون میده بله بله بعد اگر به شما جواب رد دادن که دیگه استفاده نکنید ولی اگر اوکی بود بیش از پنج سال داد احتمال داره چه تموم شده باشه معمولا چون حالا پنج سال و شیش سال تاریخ مصرفشه همیشه آمیانه میگن روغن موتور در واقع تاریخ مصرف نداره هر وقت استفاده کردی ولی در واقعیت اینطوری نیست چون به حال یک سری مواد شیمیایی داخلش استفاده میشه که هر کدوم از مواد ممکنه تی مثلا سالها تجزیه بشه بله بله. شما میتونید با یه آزمایشگاه تماس بگیرید تست بله. سری رو انجام بدین اگر اوکی بود که تون درد نکنه تشکر خدا ممنون خدا نظر این شش ها رو ما هم شنیدیم یه نشته که میخوام براتون بگم اینه که وقتی که حالا شما نیاشته زیست محیط در واقع شما وقتی که یه روغم موتور رو حالا تعویز میکنید سعی کنید که این رو توی یه جای نگهداری کنید یا اینکه جاهایی که حالا اینو رو بازیافت میکنن تحویل بدید چون حالا اگه این روغم موتور را روی زمین ریخته باشند اثرات در واقع زیست محیطی مخربی دارن و باعث آلودگی آب و خاک میشن چون در اثر حالا بارندگی اینا نفوذ میکنن به آبهای زیرزمینی پس وقتی شما خودتون عمل تعویض روغن رو انجام میدی سعی نکنید که این روغن رو روی زمین بریزید چون این مشکلاتی که گفتم به وجود میاد ممنون از اینکه تا انتهای این ای ویدیو رو تماشا کردید امیدوارم دونسته باشم این مطالب رو به شما انتقال داده باشم اگه تا الان این ویدیو رو لایک نکردی همین الان این کار رو انجام بده و اگه اولین بار که این ویدیو دیدی من هر هفته روزای یک شنبه و چهار شنب ساعت هشت شب یه ویدیو در واقع منتشر می کنم کانال من رو سابسکرایب کنید فعلا تا ویدیو بعدی